وزیر کشور رژیم آخوندی طی مصاحبه‌ای ترس و نگرانی امنیتی رژیم در هنگام زلزله تهران را به نمایش گذاشت و نشان داد که در شب زلزله که مردم نگران و بدون هیچ کمکی در خیابان‌ها و در سرما به سر برده اند، رژیم آخوندی تنها نگران امنیت خود بوده و نیروهای سرکوبگرش را بسیج کرده است. اصلا نبود. اصلا اون زمان با زنده آنتون دادن دست کسی که مسائل ببینید، من اینجا یک چیزی رو میگم، شاید واقعا شما جای من اگه به عنوان وزیر کشور بشینید در اون لحظه، بحث زلزله یک مسئله است، بحث امنیت و جامعه ما یک مسئله است. خب بنده زنگ زدم گفتم آقای اشتری، گفتم آقای اشتری پمپ بنزینا رو دریاب، سر چهارراه ها رو دریاب، فرانجا رو دریاب. ولی شما میگم آقا اینقدر جمعیت اومده به ماشین تو خیابون، مثلا ما نیروهایی که خواسته بودیم، برخی از نیروهای ما وقتی رسیدن به مرکز بحران همه با موتورسیکلت خودشون رسوندن، اصلا صلاح نبود فضای خیابون رو نشون دادن. ما یه آدم حرفه‌ای در این زمینه باش بعدم صحبت میکنم. آره ما که من میخوام بگم، من نمیخوام دفاع کنم، دفاع صرف کنم، من که متهم نمیخوام دفاع کنم، ولی من میخوام بگم که دکتر بحث دقیقاً، من میخوام بگم ما به عنوان صدا و سیما، حالا شاید بگی شما یک برنامه بهش نقدی وارده، اصلا من نمیگم نه، حتما یه نقدی از جوانب امنیتی باید بالاخره از بود امنیتی نگاه بشه، ولی به لحاظ آموزشی همه دستگاه باید وارد بشن. یک دور شما و کارشناسا میشو برنامه نگاه کنید دیگه. من یه آدمی که تلمس کردم در این طریق، استاد یک سره چهار تا تصویر داشته و تمام خیابونا شلوغ نشون میداد، یعنی هر کس تو خونه نشسته بود گفت چرا نشستیم، بلند شد بریم اتفاق بیفته، همه جا قفل شد. من اگه روز مسئول می‌شدم زمان تلویزیون، خیابان خلوت نشان میدادم، به مردم گفتم آرام باشید. ما خودم در صدا و سیما بودم اون زمان، گفته بودم که بال زیر چهار رشته رو نگید به مردم، هر روز نگید، خب هر دقیقه بالاخره ما این تکونا رو داریم.